در چارچوب برنامه مشارکت استراتژی با تاجیکستان، بانک آسیایی رشد برای بخش انرژی، راهسازی، نقلیات، کشاورزی، بخش خصوصی و سمت‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان حدود 460 میلیون دلار جدا می‌کند. این اطلاع روز جمعه 23 سپتامبر در مراسم معرفی برنامه مشارکت استراتژی تاجیکستان با بانک آسیایی رشد در شهر دوشنبه اعلان شد. مدت اجرای این سند برای سال‌های 2016-2020 پیش بینی شده است. ونکای جانگ معاون رئیس بانک آسیایی رشد در این همایش گفت در نظر است سال جاری در دایره این برنامه به تاجیکستان 140 میلیون دلار ارسال شود. با گفته ونکای جانگ قرار است برای اجرای بندهای برنامه شریکی استراتژی سازمانهای مالی بین المللی و بخش خصوصی تاجیکستان نیز جلب شوند. بانک آسیایی رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره های خود را استفاده برده همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق او تاکید کرد که هدف اصلی این برنامه بالا بردن میزان رشد مجمع محصولات داخلی تا 6.5%، پایین بردن سطح فقر از 31% فعلی تا 20% در سال 2020 و افزایش استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2015 تا به 26 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2020 حساب می‌یابد. روزی گذشته ونکای جانگ معاون رئیس بانک آسیایی رشد ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک آسیایی رشد قصد دارد در سالهای 2016-2018 لایحه‌های تجدید و برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نارک، راه ماشینگرد قرغان‌تپه دنگره کولاب و راه وحدت جرگتال قرمیق را به معرض اجرا گذارد. فعلا حدود 785 میلیون دلاری لایحه‌های بانک آسیایی رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی تاجیکستان اجرا می‌شود. Project, right? That also will help.